آدرس توییتر ما میهن تیوی وان. میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود خدمت اما خانم و آقای بهبهانی و تشکر و سپاس از این دو عزیز که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز روبرو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه دهم خرداد ماه 1401 و 31 ماه می 2022 610 برنامه از 12 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم می کنیم. بله، خدمت شما عرض کنم که دهم ژوئن آغاز 13 سال این برنامه های ماست و خدمت شما هم باز عرض کنم که روز یک شنبه گذشته روز بزرگ داشته در گذشت حضرت بهاءالله بود که چون هفته قبل سه‌شنبهش روز اظهار امر حضرت باب بود، من این برنامه رو امروز با سه روز تأخیر خدمت رو عرض میکنم. اشکالی نداره. بله، حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی قبل از طلوع آفتاب روز 29 ماه می 1892 میلادی پس از 40 تبعید، اسارت، آزار و اذیت، زمانی که هنوز زندانی دولت عثمانی بودند، عالم خاکی را وداع گفته به عالم باقی شتافتند. بدین مناسبت بهائیان در سراسر عالم یعنی بیش از 192 کشور و منطقه روز 29 ماه می را با جلساتی روحانی به دعا و مناجات می‌پردازند. حضرت بهاءالله در 12 نوامبر 1817 میلادی در خانواده اشرافی و خوشنام در تهران متولد شدند. اصل و نسب ایشان به یزدگرد سوم آخرین پادشاه امپراتوری ساسانی میرسد. پدرشان میرزا بزرگ نوری از وزرای دربار پسر فتلی شاه قاجار و فرماندار بروجرد و لرستان بودند. پس از درگذشت پدرشان حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه پیشنهاد وزارت به حضرت بهاءالله نمود ولی ایشان قبول نکرد. پس از حادثه سوء قصد به ناصرالدین شاه، مادر شاه حضرت بهاءالله را محرک اصلی سوء قصد پنداشت و در نتیجه به دستور شاه حضرت بهاءالله را دستگیر و زندانی نمودند. زندانی که حضرت بهاءالله در آن زندانی بودند سیاهچال نام داشت. زخمه سرد، تاریک، مرطوب که محل زندان قاتلین، سارقین و راهزنان بود. حضرت بهاءالله را مدت 4 زیر زنجیری سنگین در سیاهچال زندانی کردند. پس از 4 هنگامی که بیگناهی حضرت بهاءالله ثابت شد، شاه چاره‌ای جز آزاد کردن ایشان را نیافت، ولی او را پس از آزادی
ملزم به ترک ایران نمود که تبعید 40 ساله حضرت بهاءالله و خانواده ایشان از آنجا آغاز شد. حضرت بهاءالله را از ایران به بغداد و آنجا به دلیل دسیسه‌گری علما و حکمای دولت ایران پس از 10 سال به استانبول پایتخت امپراتوری عثمانی و سپس به ادرنه یکی دیگر از شهرهای عثمانی یعنی ترکیه امروز تبعید نمودند. در آخر پس از حدود 5 سال به زندان عکا واقع در فلسطین که دولت عثمانی آنجا را تبعیدگاه مجرمین و آشوبگران نموده بود فرستاده شدند و مدت 24 سال تا آخر عمر زندانی دولت عثمانی بودند. حضرت بهاءالله قبل از حرکت از بغداد به سمت استانبول اظهار داشتند که ایشان مظهر آیین جدید مبتنی بر صلح جهانی و وحدت عالم انسانی هستند و پیشبینی های ادیان گذشته در مورد ظهور این آیین جدید به تحقق پیوسته است و ایشان موعود همه ادیان گذشته می باشند، همانند بازگشت شاه بهرام در دیانت زرتشت یا ظهور بودای پنجم در مذهب بودایی یا هویت مسیحایی در یهودیت یا بازگشت پدر سرمدی و روح حقیقت در مسیحیت و یا رجعت حسینی در اسلام. اگرچه حضرت بهاءالله 40 سال از زندگی خود را به عنوان یک تبعیدی و زندانی به سر بردند، ولی اسارت ایشان به هیچ وجه مانع از اظهار پیام الهی خود حتی به قدرتمندترین افراد نشد. یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه ظهور حضرت بهاءالله این واقعیت است که ایشان نامه هایی به تعدادی از شاهان و حاکمان وقت، حتی کسانی که مسئول زندانی کردن ایشان بودند، فرستادند. در میان حاکمان نامه هایی به ناصرالدین شاه، فرمان روای ایران، سلطان عبدالعزیز، سلطان امپراتوری عثمانی و وزرای او، ناپلئون سوم امپراتور فرانسه، الکساندر دوم تزار روسیه، ویلهلم اول پادشاه پروس، ملکه بریتانیا و ایرلند ملکه ویکتوریا، فرانسیس جوزف امپراتور اتریش و مجارستان، پاپ پیوس نهم رئیس کلیسای کاتولیک و حاکمان آمریکا فرستادند. حضرت بهاءالله با عظمت و اقتدار از آنها خواستند که با یکدیگر برای حل و فصل اختلافات و تلاش در جهت بهبود جهان و مردمان آن بکوشند و عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق ستمدیدگان را فراموش نکنند. ایشان از حاکمان وقت در یک پیام عمومی خواستار کاهش تسلیحات نظامی شدند و به آنها هشدار دادند که اگر به توصیه‌های ایشان گوش فرا ندهند، فجایع بزرگی گریبانگیر آنها خواهد گرد. حضرت بهاءالله به ما می‌آموزند که بشر نژادی واحد است و زمان برای اتحاد جامعه جهانی فرا رسیده است. تنها یک خدا وجود دارد و تمام ادیان از جانب یک خدای واحد هستند و زمان آن رسیده که بشر به حقیقت یگانگی خود آگاه گشته متحد شوند. حضرت بهاءالله در همان شهر تبعیدی خود، شهر عکا که در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود، به خاک سپرده شدند و امروزه قبلگاه و زیارتگاه پیروان آیین بهایی می باشد. 56 سال پس از درگذشت حضرت بهاءالله، یعنی سال 1948، کشور اسرائیل تأسیس شد و شهر عکا و شهر مجاور یعنی حیفا که امروزه مرکز روحانی و اداری بهائیان است نیز در کشور اسرائیل واقع است. خب حالا بریم سر صفحه دوم و سوم برنامه. خدمت دوستان عرض کنم که یک بیماری جدیدی اومده و در کانادا هم چند
تست دیده شده در آمریکا هم هست همینطور، به اسم بیماری آبله میمون، به فرانسه بهش میگیم واریول دو سنج. بله، برای بنابراین فکر کردم که یک مقدار توضیحاتی درباره این بیماری بدم که همیهنان عزیز هم مطلع باشند و هم زیاد نترسند و اندازه کووید 19 وحشتناک نیست. آبله میمون یا ارتوپاکس ویروس یا عفونت با ویروس آبله میمون یک بیماری مشترک بین ایران میگم به ایران ببخشید بین انسان و دام است که از همون جنس ارتوپاکس ویروس مانند ویروس آبله انسانی ایجاد می شود. این عمدتا در جنگل های مرکزی استوایی آفریقا رخ می دهد. این ویروس که در جنگل‌های بارانی مرکز و غرب آفریقا وجود دارد می‌تواند به انسان منتقل شود و باعث ایجاد سندرومی شود که تظاهرات بالینی آن مشابه علائم آبله مثل بصورات پوستی، تب، سمپتوم‌های تنفسی ولی با شدت کمتر از آبله معمولی، آبله انسانی. این بیماری در بعضی موارد میتواند شدید باشد و باعث مرگ 1-3.6% بیماران در آفریقای غربی یا 10% در آفریقای مرکزی بشود. اکثرا در بین کودکان که به بیماری حساس‌تر هستند یا در کسانی که سیستم ایمنی ضعیف دارند. میدونید که در اون مناطق اید و مالاریا خیلی زیاده. بعد یه تغذیه رو هم اضافه کنید خودش ببینید که چرا انقدر تعداد مرگ و میر میره بالا. اکثر بیماران با مراقبت مناسب بهبودی پیدا میکنن. واکسیناسیون علیه آبله انسانی محافظت مؤثری در برابر عفونت تا 85% حتی پس از قرار گرفتن در معرض ویروس را فراهم می کند. این دو بیماری را می توان با هم اشتباه کرد. هیچ تشخیص کلینیکی قطعی بین آنها وجود ندارد و فقط تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی می تواند ویروس عامل عفونت را تعیین کند. محققان تصور می کنند که انتقال اولیه از طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون، مایعات بدن یا ضایعات پوستی یا مخاطی میمون‌های آلوده و یا جوندگان وحشی. مصرف گوشت‌های شکاری نیم‌پز هم یک خطر احتمالی محسوب می‌شود. انتقال از انسان به انسان می‌تواند در اثر تماس نزدیک با ترشحات مجاری تنفسی آلوده، ضایعات پوستی یا اشیایی که اخیراً با مایعات بدن یا مواد ضایعات بیمار آلوده شده اند باشد. به گفته سازمان بهداشت جهانی انتقال در درجه اول از طریق ذرات قطرات تنفسی اتفاق می افتد و معمولا نیاز به تماس چهره به چهره طولانی مدت دارد. همچنین می تواند از طریق تلقیح یا از طریق جفت رخ دهد. اولین موارد انسانی در سال 1970 در جمهوری دموکراتیک کنگو که اون موقع بهش میگفتن زائر توصیف شد. به نظر میرسد که تعداد موارد و اپیدمی ها
در آفریقا از سال 2000 افزایش یافته. احتمالاً با قطع واکسیناسیون آبله که محافظت در مقابل آبله میمون را فراهم می کند رابطه ای داره. در ماه 2022 بیش از 100 مورد در اروپا و آمریکای شمالی شناسایی شد. ویروس آبله میمون در سال 1958 در دانمارک از ضایعات یک راش عمومی در ماکاک‌هایی که از سنگاپور برای مؤسسه سرولوژی دولتی هم شده بودن کشف شد. ماکاک یک جور میمونه. در آمریکا، در آفریقای مرکزی هم هست. بله. در سال 1969 در سمپوزیوم بین‌المللی ویروس شناسی که در مسکو برگزار شد، ویروس آبله میمون را به عنوان گونه متمایز از ویروس آبله انسانی شناخت. اولین کشف انسانی در سال 1970 در بیمارستان باسانکوسو در جمهوری دموکراتیک کنگو یا زئیر سابق انجام شد. این بیمارستان یک منطقه روستایی بزرگ را پوشش می‌دهد که اهالی آن در دهکده‌های کوچک در حاشیه جنگل‌های بارانی و استوایی قرار دارد. سپس اپیدمی‌های موقتی بیشتر در جمهوری دموکراتیک کنگو و سپس در کامرون، گابون، نیجریا، جمهوری سانترافریک یا جمهوری آفریقای مرکزی و سیرالئون دیده شد. همچنین به حیوانات دیگر مخصوصا جوندگان وحشی و سایر حیوانات وحشی دیگر سرایت می‌کند. در سال 1980 پیگمه‌هایی که در جنگل زندگی می‌کنند و از شکار حیوانات تغذیه می‌کنند با دیدن عکس بیماری را شناختند، ولی بانتوها که کشاورزی می‌کنند گفتند که آن را نمی‌شناسند. خب اینجا یه پرانتز باز کنم خدمتتون. من 20 سال در جمهوری دموکراتیک کنگو چون موقع زئیر بود خدمت کردم، 18 سال استاد دانشگاه بودم و این را عرض کنم که در اون موقعی که 1970 این در کینشاسا یک بیمارستان بزرگی بود که بیشتر پزشکان و پرستارانشون آمریکایی بودن و اون بیمارستان باسونکوسو هم تحت کنترل دقیق بود. یعنی در اون موقع سرویس های بهداشتی کاملا در اون بیمارستان، بهشون گفتن بیمارستان مامایمو، به اسم مادر پرزیدنت موبوتو بود. در اون موقع واقعا اون بیمارستان مثل بیمارستان آمریکایی اداره میشد. و خدمت عرض کنم درباره پیگمه ها. پیگمه ها انسان های اولیه هستند که قدشون خیلی کوتاه، حدود 1 متر، و اینها معمولا بالای درخت زندگی میکنن. یعنی شما میتونین از اون جنگل رد بشین، اینا 10-15 تا بالای درخت هستن و شما نمیتونین اونها رو ببینید، ولی اونها شما رو در نظر دارن. بانتوها و اهالی غیر پیگمه اون آفریقایی های غیر پیگمه میگن بانتو، نژادشون نژاد بانتو. این پیگمه ها تخصصشون دود دادن حیوانات. بین خود بانتوها و پیگمه ها هم روابطی به اون صورت نیست. تعداد کمی از بانتوها با پیگمه ها در تماس هستند. پیگمه ها زبان خودشون رو دارن که اونم یک زبان ساده و پریمیتیف. میزان متوسط سن پیگمه ها حدود 30 سال.
خدمت شما عرض کنم که اون اگر یک این بانتوها حیواناتی رو بخوان دود بدن، توسط اون یکی دو سه نفری که با پیگمه ها در تماسن از پیگمه ها میخوان و پیگمه ها میان و این حیوانات رو برای اینها دود میدن. چون در اونجا که جنگ یخچال و سرویس خنک کننده اینا وجود نداره، ولی وقتی این رو دود میدن دوددازش رو میشه مدت ها نگه داشت. و یک علت دیگه هم که خدمت رو عرض کنم، چون از نظر من هنوز در شرمی نداره، در اونجا میمون رو میخورن و همینطور میمون های دودداره رو در بازار میفروشن. نه تنها میمون، بلکه خفاش و جوندگان دیگه دودداره رو هم در بازار میفروشن. و حالا اگر این دست آلوده به اون دود میمون دودداره یا گوشت دودداره مالیده بشه، که حتما هم خواهد شد، خب میتونه باعث انتقال ویروس بشه. اینم خدمت عرض کنم که من این تونستم چند بار با پیگمه ها در تماس باشم، البته توسط یکی دو تا از کسانی که با پیگمه ها در تماس بودن، اینها رفتن و با اون رؤسای پیگمه صحبت. پیگمه ها در گروه در 15 نفری زندگی میکنن، اگه عدهشون زیاد بشه مثلا بشه 30 نفر، نصف میشن، از هم جدا میشن. و بعد چند روز قبل اینها رفتن به اونا خبر دادن و رئیسشون اجازه داد، رؤساشون اجازه دادن و اینها اومدن و من این افتخار رو داشتم که بکنم 3 بار یا 4 بار با پیگمه ها در تماس باشم. و یکی از دلایلی هم که اینا زود میمیرن این بوده که اینا سرویس بهداشتی و درمانی و اینها ندارن، هرچی گیرشون میاد میخورن، آب کثیف به جنگل میخورن، حیوانات دیگر میارن میخورن. و پیگمه ها شکارچی های بسیار ماهری هستن و بانتوها وقتی بخوان فیل شکار کنن از پیگمه ها کمک میگیرن، چون پیگمه ها خودشون رو نمیشورن و بدنشون بوی جنگل میده. کسانی که خودشون رو میشورن بدنشون بوی صابون میده، بدنشون بوی جنگل نمیده. و بنابراین پیگمه ها به فیل ها بوی پیگمه ها رو تشخیص نمیدن و پیگمه ها میرن با یک نیزه زیر شکم فیل و این نیزه رو میزنن زیر قلب فیل و فرار میکنن و بر اثر وزن فیل اون نیزه فرو میره توی قلب، توی بدن فیل و اینجوری فیل رو شفا میکنن. خب این تجربیات شخصی بود، ببخشید. انتقال بیماری موارد انسانی به صورت پراکنده یا جداگانه اتفاق می افتد و انتقال انسان به انسان نادر است، ولی داده های اپیدمیولوژیک اخیر نشان می دهد که در واقع مهمتر از اون چیزیه که فکر می کنیم. در طول اپیدمی که در سالهای 1996 و 97 در جمهوری دموکراتیک کنگو شیوع پیدا کرد، 28% از افرادی که در طول دوره نهفتگی بیمار با بیمار در تماس بودند بیمار شدند. در سال 2003 تا 6 ژنراسیون انتقال در کنگو دیده شد. منظور 6 ژنراسیون 6 نسل بیشتر هم نیست، منظور اینه که نفر اولی که با بیمار تماس داشت مریض شد، نفر دومی که با نفر اول تماس داشت مریض شد، نفر سومی که با نفر دوم تماس داشت مریض شد. همینطور منظور از 6 ژنراسیون اینه. بله، ولی معمولا زنجیره های انتقال کوتاه هست
و بین 1 تا 3 جنراسیون. انتقال از حیوان به انسان از طریق تماس مستقیم با 1 زایعه در حیوان، از طریق ترشحات تنفسی آن، یا حتی از طریق غیر مستقیم یعنی فضای آلوده صورت میگیره. خب حالا شما حساب بکنید شکارچی گرفته چند تا میمون شکار کرده، خب اینا رو دومش میگیره میذاره رو کولش، برمیداره میاره، مستقیم با پوست حیوان در تماسه، شاید مستقیم با خون حیوان هم در تماس بشه. اکثر کارشناسان معتقدند که اپیدمی های انسانی آبله میمون در غیاب معرفی مجدد ویروس از یک منبع حیوانی مجاور نمیتواند ایجاد شود. با این حال انتقال انسان به انسان را نباید دست کم گرفت که نیازمند نظارت بین‌المللی افزایش یافته با تشخیص زود هنگام موارد. کلینیک در نزد انسان، یعنی اون سمپتوم های بالینی در نزد انسان. در انسان آبله میمون از نظر بالینی شبیه آبله انسان است. دوره کمون بین بیماری، یعنی دوره مخفی بیماری، بین 7 تا 14 روز معمولا، ولی ممکن است بین 5 تا 21 روز هم باشد. شروع بیماری با تب بالا، سردرد همراه درد عضلانی و خستگی زیاد است. یکی از ویژگی‌های مشخص آن که زیاد دیده می‌شود، آدنوپاتی‌های زیاد، یعنی تورم غدد لنفاوی زیاد، که بیشتر در فک و گردن قرار دارد. اما برای تشخیص بالینی با قاطعیت کافی نیست. بیماری دیگه هم همین این آدنوپاتی ها رو میده، مثلا بیماری چنگ گربه. یعنی اگه شما گربه ای داشته باشید که بچه تونه چنگ بزنه یا گاز بگیره، این آدنوپاتی ها رو شما خواهید داشت. بصورات در عرض 2 روز و در مواقع شدید بین 0 تا 5 روز بصورات مشخص ظاهر می شود. به فرانسه بهش میگیم با انانتم شروع می شود، ضایعات غشاهای مخاطی دهان و گاهی اوقات ناحیه تناسلی، و به سرعت پس از اینم باز به فرانسه بهش میگن اکستانتم، ابتدا در صورت و اندام ها، کف دست و پا، این اون برجستگی هایی که ایجاد میشه. این بصورات ممکن است در بدن دیده بشوند یا نشوند. در بدن منظور این قسمت از گردن تا پایین شکم، ولی در صورت و اندام‌ها گسترش می‌یابند، یعنی روی پاها، ران ساق پا، روی پا، زیر پا، دست‌ها، اینجا پر می‌شن. بصورات 2 تا 4 هفته طول می‌کشند و از عناصر ماکولر یعنی لکه‌ای تشکیل شده‌اند که به پاپول و سپس وزیکول و بالاخره به پستول تبدیل می‌شوند. ببخشید اینا فارسی نداره، مجبورم فرانسه شد. هر مرحله به طور متوسط 2 روز طول می کشد. اکثر پستول ها اندازهشان به طور متوسط 5 میلیمتر، یعنی در حقیقت بین 2 تا 10 میلیمتر. بسته به سن و وضعیت ایمنی بیمار، بصورات می توانند کم باشند یا به هزاران برسند. برخلاف آبله مرغان، آبله میمون در 1 حمله
در یک حمله بیماری بصورات ایجاد می شوند و همه همزمان تکامل می یابند و در یک زمان از بین می روند. مرحله فستول 5 تا 7 روز طول می کشد. سپس فستول ها خشک می شوند و پوسته پوسته می شوند و از بهبود خود خبر می دهند. این پوسته پوسته ها بعد کنده می شوند و می افتند. وقتی دلمه ها همه افتادند، بیمار دیگر مصری محسوب نمی شود. ممکن است جای زخم ها باقی بمانند و لکه های کمرنگ تر از پوست ایجاد کنند که به تدریج به مرور زمان محو می شود. عوارض و مشکلاتی که ممکنه دیده بشه. در انسان آبله میمون نسبت به آبله انسان شدت کمتری دارد و مورتالیته یعنی مرگ و میر آن در آفریقا بین 1 تا 10% است در کشورهای مختلف و یک اپیدمی بسیار متفاوت مثل رویداد پراکنده در موارد جداگانه و در مناطق جنگلی داره. و به نظر من علمی نیست، نظر من اینه که علتش اینه که وضعیت خاک، آب و هوا و تغذیه و درختانی که در اون جنگل ها هست و میوه های جنگلی و حیوانات مختلفی که در اون قسمت ها زندگی می کنن میتونه مؤثر باشه در داده های اپیدمیولوژیکی. اکثر مرگ و میرها در کودکان بسیار جوان رخ میدهد. اینم نرماله، اینم طبیعیه، برای اینکه اندازه بهداشتی بهداشت خوبی وجود نداره. در بیشتر این دهات خانوم ها مجبورن بعضی وقتا شاید در چندین کیلومتر یا 10 کیلومتر راه برن تا بتونن آب از رودخانه جمع کنن، آب رو در تشت روی سرشون بذارن و 10 کیلومتر 8 کیلومتر برگردن و اون آب هم کثیفه هم توش حیوانات ریز دیده میشه. حالا با اون آب کثیف بچه‌رم بشوری خب دیگه معلومه دیگه، بچه‌ای که مادرش هم تغذیه درست حسابی نداره و معمولا زنها از نظر بدنی مواد غذایی کافی ندارن، چون یه زن آفریقایی مجبور مرتب بچه دار بشه. داشتن 10 تا 12 تا 15 تا بچه با یک زن یه چیز غیر عادی نیست. در اینجا هست برای اینه که بچه ها دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. بله، خب میبخشید یک اشکالی پیش اومد، اشکال فنی مهم بود. خدمت شما عرض کنم، پس این طبیعیه که این بچه ها با داشتن بهداشت نامناسب، تغذیه نامناسب، مادری که خودش تغذیه مناسب نداره، شیر کافی نداره، خب بچه ها زودتر میده. سایر عوارض شدید عبارتند از عفونت های ثانویه باکتریایی پوست، دزیدراتاسیون یعنی کمابی بدن، نمونی سینه پهلو، به انگلیسی شما میگی نمونیا، ما اینجا پش رو تلفظ میکنیم، کوری ناشی از عفونت قرنیه که بهش میگیم کراتیت، سپسی یا سپسیس، انگلیسی اسش تلفظ میشه، فرانسه نمیشه، و انسفالیت یعنی
تورم و عفونت مغز. تشخیص جنبه بالینی و زمینه اپیدمیولوژیک امکان پیشنهاد تشخیص را فراهم می کند. تشخیص افتراقی با آبله، آبله مرغان، سرخک، عفونت‌های باکتریایی پوست، گال، سیفلیس و آلرژی‌های دارویی انجام می‌شود. تشخیص قطعی در آزمایشگاه انجام می‌شود، مثل تست تیتراژ الیسا، جستجو و تشخیص آنتیژن‌ها، PCR، جداسازی ویروس و کشت سلولی از بیوپسی پوست. درمان و پیشگیری. داروهای خاصی برای درمان وجود ندارد و سمپتوم‌های بیماری درمان می‌شوند. واکسیناسیون بر علیه آبله که از سال 1980 قطع شد می‌تواند میزان بیشتری از انتقال انسان به انسان در آفریقا را توضیح دهد، زیرا واکسیناسیون بر علیه آبله اثر بخشی 85% بر علیه آبله میمون دارد. کسانی که از بیماران مبتلا به آبله میمون مراقبت می کنند باید واکسن آبله را در نظر داشته باشند. در تمام موارد خطر باید با اجتناب از تماس فیزیکی با بیمار و پوشیدن تجهیزات حفاظتی از خودشون مواظبت کنند و موارد خطر رو خواهش بدن. پیشگیری از این بیماری میتواند از طریق ممنوعیت یا محدودیت تجارت پستانداران کوچک و میمونهای آفریقایی انجام شود. حیوانات در اسارت نباید علیه آبله واکسینه شوند، یعنی خطر واکسن های حیوانی وجود داره. با این واکسن آبله ممکنه با واکسن های حیوان انتراکسیون داشته باشه و حیوانات مشکوک باید ایزوله و قرنطینه بشن. خب دوستان، بریم قسمت سراغ سوم. چند وقتی بود که قسمت بانوان شهیر و موفق ایرانی در برنامه غایب بود. ببخشید. امروز بانویی که میخوام معرفی کنم شاید شما بیشتر از همه بشناسینش. ایشون خیلی مشهورم. درباره خانم کریستین امانتور صحبت میکنم و این از ویکی‌پدیا گرفتم. کریستین امانتور زاده 12 ژانویه 1958 در لندن، یکی از خبرنگاران نامدار جهان است. او که پیشتر به مدت 20 سال گزارشگر ارشد بخش اخبار بین‌المللی شبکه خبری CNN بود، از سال 2010 مجری برنامه این هفته در شبکه ABC است. او از خبرنگاران جنگی مشهور جهان به شمار می رود. گزارش های امانپور از بالکان باعث شد که در سال 1994 جایزه ایمی، دو جایزه جورج فستر پیبادی، دو جایزه جورج و جایزه شجاعت در گزارشگری را دریافت. امانپور در دسامبر 1992 هنگام آغاز عملیات نیروهای آمریکا در سومالی برای مدت کوتاهی به سومالی رفت تا از موگادیشو به طور زنده گزارش کند. گزارش می شود امانپور بالاترین دستمزد را در میان خبرنگاران جهان دارد. گزارش های او تضمین کننده اهمیت یک خبر است. بسیاری از درها که به روی خبرنگاران دیگر بسته است به روی او گشوده می شود. امانپور مصاحبه های بسیاری انجام داده است که از آن جمله می توان به مصاحبه با ژاک شیراک 2003
قبل از جنگ عراق، محمود عباس 2003، ملک عبدالله 1999، پرویز مشرف 2001، یاسر عرفات 2000، محمد خاتمی 1997، محمود احمدی نژاد، حسن روحانی 2013 و مسعود بارزانی 2014 اشاره کرد. او به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و فارسی مسلط است. شما اینجا عکسش رو ببینید تا من ادامه بدم. کریستیان امانتور در 12 ژانویه 1958 از پدر ایرانی و مادر انگلیسی در لندن متولد شد. پدر کریستیان، محمد امانتور، یکی از مدیران شرکت هواپیمایی هما بود و مدت کوتاهی پس از تولد کریستیان همراه با خانوادهش راهی تهران شد. خانواده امانتور در تهران زندگی مرفعی داشتند و تصمیم گرفتند کریستیان را برای تحصیل به مدارس شبانه روزی انگلستان بفرستند. بدین ترتیب بود که کریستیان 11 ساله بال دیگر در سال 1969 برای تحصیل راهی مدرسه شبانه روزی صلیب مقدس در باکینگهامشایر انگلستان و سپس مدرسه نیوهال شد که آموزشگاه مشهوری ویژه دختران کاتولیک بود و بدین ترتیب کریستیان تحت تأثیر مادر انگلیسی و تربیت مذهبی حین تحصیل در این دو مدرسه شبانه روزی مسیحیت را به عنوان مذهب خود انتخاب کرد. کریستیان تازه تحصیلات خود در انگلستان را به پایان رسانده بود و به خانه پدریش در تهران بازگشته بود که روزی پدرش در حالی که سر همون جای همیشگیش در اتاق نشیمن نشسته بود او را صدا می کند و می گوید می دانی کریستیان، زندگی که تا امروز می کردیم به زودی به پایان می رسد، چون دارد انقلاب می شود و همه چیز به کلی عوض خواهد شد. به این ترتیب بار دیگر دست تقدیر مسیر زندگی کریستیان را تغییر داد. مهاجرت. کریستیان همراه با خانوادهش به آمریکا مهاجرت کرد و به گونه‌ای کاملا تصادفی در دانشگاه رودایلند مشغول تحصیل در رشته روزنامه نگاری شد. او پس از فارغ تحصیلی از دانشگاه رودایلند مدت کوتاهی در شبکه WGAR در رودایلند که یکی از شاخه های محلی شبکه NBC بود کار کرد و پس از آن در سال 1983 تصمیم گرفت به یک شبکه خبری معتبرتر و بزرگتر بپیوندد. کریستیان امانتور تقریبا برای تمام شبکه های تلویزیونی مهم آمریکا درخواست استخدام فرستاد و گاه تا پای مصاحبه هم رفت، اما همگیشان او را به خاطر لهجه خارجی، موهای سیاه و وزوزی و نام غیر قابل تلفظ او رد کردند. اما گوش کریستیان به این حرفها بدهکار نبود و آنقدر پافشاری کرد تا در نهایت از سوی شبکه تازه تأسیس CNN به عنوان دستیار در سرویس بین‌الملل استخدام شد و با قول خودش با یک چمدان، یک دوچرخه و $100 پول به دفتر CNN در آتلانتا رفت. خبرنگاری. او نیز مانند همه تازه کارها کار خود را با قهوه بردن برای دبیران خبر آغاز کرد، اما خیلی زود به خاطر استعداد و سخت کوشیش مورد توجه قرار گرفت. کریستیان آخر هفته ها و روزهای تعطیل نیز سر کار می رفت و شبانه روز تلاش می کرد تا پله های ترقی را 4 دست و پا و با چنگ و دندان بالا برود تا بالاخره به همان کسی تبدیل شود که آرزویش را داشت. یک گزارشگر سرویس خارجی که با پول دیگران به گوش و کنار جهان سرک می کشد و خبر تهیه می کند
خود را به خطر می اندازد و از هیجان سرشار می شود. امانپور در سال 1968 به عنوان خبرنگار CNN به شرق اروپا فرستاده شد تا تحولات آخرین سالهای جنگ سرد و سقوط کمونیسم را پوشش بدهد. گزارش های امانپور از شرق اروپا همان چیزی بود که جای پای او را در CNN محکم کرد و باعث شد مورد توجه رؤسای این بنگاه خبری قرار بگیرد. کریستیان امانپور در سال 1989 به سمت گزارشگر سرویس خارجی CNN ارتقا یافت و طی آخرین ماه‌های دهه 80 میلادی انقلاب‌های دموکراتیکی که در پی سقوط کمونیسم و دیوار برلین سراپای اروپای شرقی را در می‌نوردید پوشش داد. شهرت اما دست تقدیر این گونه رقم زده بود که کریستیان امانپور برای دستیابی به موفقیت و شهرت واقعی پس از یک دور گردش کامل به گرد جهان بار دیگر به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس برگردد. تجاوز عراق به کویت و تهاجم نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا به عراق در سال 1990 این فرصت را در اختیار امانپور گذاشت تا به قول یکی از همکاران با سابقه‌اش صدای شخصی خودش را در گزارش رویدادها پیدا کند. در این حال پوشش بی‌نظیر جنگ خلیج فارس از سوی امانپور و همکارانش شبکه خبری CNN را همپای BBC در زمره معدود شبکه‌های خبری معتبر و صاحب نفوذ در مقیاس جهانی قرار داد. امانپور که اغلب بدون آرایش و با لباسی ساده و تکراری در برابر دوربین تلویزیون حاضر می شد طی این مدت به خاطر تهیه گزارش‌های دقیق، تاثیرگذار و لحن کوبنده و تکاندهندهش در پوشش فجایع انسانی توجه مخاطبان تلویزیونی در سراسر جهان را به خود جلب کرد. امانپور خود در این باره می گوید هنگامی که در جریان جنگ خلیج فارس یکی از همکارانم به من گفت که باید صدای شخصی خود را در گزارش‌هایم پیدا کنم درست نفهمیدم منظورش چیست، اما حدود 2 سال بعد در میان معرکه جنگ بوسنی این اتفاق برای من افتاد. من در میانه بزرگترین جنگ و نسل‌کشی اروپا پس از جنگ جهانی دوم در شهرهایی چون سراییوو و سربریدنیسا بودم. در روز روشن و جلو چشم ما آدم‌ها سلاخی می‌شدند. این صحنه‌های فجیع کافی بود تا زبان هر کسی از وحشت و نفرت بند بیاید. اما درست در برابر همین صحنه‌ها بود که من و بسیاری از همکارانم صدا و زبان شخصی ما را نه تنها به عنوان خبرنگار و گزارشگر بلکه به مسابقه شهروندان جهانی پیدا کرد. گزارش هایی که امانپور و همکارانش از دل جنگ بوسنی به شبکه‌های خبری جهان مخابره کردند باعث شد تا در نهایت سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های جهانی در این جنگ داخلی دخالت کنند و جلوی نسل‌کشی مسلمانان را بگیرند. امانپور همچنین بیش از هر خبرنگار بین‌المللی دیگری در منطقه بالکان بوده است و به پوشش درگیری‌ها و نسل‌کشی‌های این منطقه طی چندین سال متوالی پرداخته است. به همین خاطر مسئولان شهر سارایوو در سال 2006 به امانپور عنوان شهروند افتخاری این شهر را اعطا کردند. پوشش امانپور به جنگ خلیج فارس و در پی آن درگیری های بالکان و گزارش هایی که از دل خطر بر روی آنتن شبکه های تلویزیونی آمریکا می فرستاد باعث شد تا طی این سالها امانپور نه تنها در میان همکارانش بلکه در میان مردم عادی آمریکا
و دیگر نقاط جهان نیز به چهره محبوب و شناخته شده تبدیل شود. همانطور به گفته خود همیشه تلاش میکند تا چهره انسانی به گزارش های خود ببخشد، به گونه ای که تک تک بینندگان عمق فجایعی را که اغلب موضوع گزارش های امانپور است در اعماق وجودشان حس کنند. امانپور میگوید من اعتقاد دارم اگر اخبار و گزارش ها به گونه ای تهیه شود که با تک تک مخاطبان رابطه ای شخصی و حسی برقرار کند، توجه و واکنش آنها را برمی‌گیرد. او در سال 1998 با جیمز روبین که در آن زمان سخنگوی دولت آمریکا بود ازدواج کرد. در سال 2000 فرزند آنها داریوش جان روبین به دنیا آمد. برنامه‌ها آخرین برنامه او با عنوان تزار پوتین به نقد عملکرد رئیس جمهوری روسیه پرداخته است. ابتلا به سرطان. امانپور در خرداد ماه 1400 در حساب توییتری خود گفت من هم مثل میلیون ها زن دیگر در جهان به سرطان تخمدان دچار شدم. زایعه در یک عمل جراحی برداشته شده، اما ماه‌های آینده را باید به روند درمان ادامه دهم. خب دوستان، علت این که خانم امانپور رو خواستم به عنوان زن مشهور معرفی کنم، مشهور بودنش نیست. علت اینه که ایشون به علت لهجه انگلیسی، موهای سیاه و اسم ایرانی قبولش نداشتن، ولی اینقدر زحمت کشید تا تونست خودش رو به اون جایی که باید برسونه رسوند. هدف هم این بود که ما در کانادا خانم‌های ایرانی داریم در دانشگاه که بر اثر زحمت کشیدن به مقام‌های بالا رسیدن، نه تنها استادی بلکه به عنوان نخبه شناخته شدن. هدف هم از معرفی کریستین امانپور این بود که نه تنها خانم‌های ایرانی، البته بیشتر خانم‌های ایرانی، هر جای دنیا که هستید اگر سخت کوشی کنید کاملا موفق خواهید. هدف هم این بود که بگم زن ایرانی برای گوشه پستو به دنیا نیومده، زن ایرانی برای ظرف شستن و بچه داری به دنیا نیومده، زن ایرانی هیچ چیزی از مرد ایرانی کمتر نداره و زن ایرانی قابل تقدیسه. خب بریم، برنامه وقت برنامه تمام شد. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.